فعالیت‌های کانون‌های شورشی. پس از عملیات کبیر فروغ جاویدان، رژیم آخوندی برای انتقام کشی از مجاهدین با شقاوت و سبوعیت حیوانی درختی را که پیکر غرق به خون فرمانده سارا، شیرزن مجاهد خلق، طاهره طلوع در جاده اسلام آباد کرمانشاه با دشنهی در قلبش از آن آویزان شده بود، قطع کرد. این درخت طی 3 دهه به یک نماد ملی و زیارتگاه آرمانی تبدیل شده بود. سندی گواه بر عزم سترگ مجاهدین و ارتش آزادی برای سرنگونی استبداد دینی و نیل به آزادی. اعتراضات کشاورزان اصفهان و سایر اقشار به جان آمده مردم از ستم و غارت آخوندی. وحشت فزاینده رژیم ایران از مجاهدین و تغییر دوران به قلم پروفسور ایوان شیهان. رژیم تهران که قادر نبوده از اعتراضات و تظاهرات و نقش روبه گسترش مجاهدین خلق جلوگیری کند، اقدامات تروریستی و بسیج شیطانسازی علیه مجاهدین را تشدید کرده است. پروفسور شیهان 11 ماه گذشته این گفته مریم رجوی را به اثبات رسانده که به درستی پیشبینی کرد رژیم نمیتواند این روند را تغییر دهد. سوز و گداز حکومت آخوندی از اخراج سفیر و سرکرده ایستگاه اطلاعاتی رژیم از آلبانی. خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم: خبر اخراج دیپلمات‌های ما نه از جانب مسئولین رسمی آلبانی، بلکه توسط جان بولتون، مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور آمریکا اعلام شد و بولتون حتی اسم سفیر ایران را به عنوان یکی از اخراج شدگان اعلام کرد. خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی نامه از ادی راما نخست وزیر آلبانی بابت اخراج دیپلمات‌های نظام تشکر کرد. دولت آلبانی خبر اخراج دیپلمات‌های ایرانی را 5 روز بعد اعلام کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیپلمات‌های اخراج شده از آلبانی را به طراحی حملات تروریستی متهم و بلافاصله اعلام می‌کند تا زمانی که رفتار رژیم ایران تغییر نکرده، تحریم‌ها علیه این رژیم لغو نخواهد شد. هشدار یک عضو مجلس ارتجاع به زمینگیر شدن رژیم در خیابان‌های تهران به خاطر مداخلات تروریستی رژیم در منطقه. بعضی وقتا ممکنه هزینه‌های زائد ما رو در خیابان‌های تهران زمینگیر کنه. امروز مردم برای تأمین معیشت خودشون، برای
پر کردن شکم‌های فرزندان خودشون، سیر کردن شکم‌های گرسنگان این مرز سرزمین مشکل دارند. ما اگر نتونیم هزینه‌های زائد سیاست خارجی، هزینه‌های زائد سیاست‌های داخلی رو درمان کنیم، آسیب امنیت ملی ما نه توسط دشمنان ما که در خیابان‌های شهرهای ما رخ خواهد داد. سفر ترامپ به عراق و ترس و لرز رژیم آخوندی. خبرگزاری حکومتی انتخاب. امسال سال خطرناکی برای عملیات سیاسی و نظامی فعلی در عراق خواهد بود که میتواند سال مقابله مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا در عراق باشد و همین مسئله عراق را شبیه به بمبی ساعتی کرده است که در لحظه ای که یکی از طرف ها اقدام به اعلام ساعت صفر علیه دیگری کند، منفجر می شود. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام دولت آمریکا: انتظار می رود جان بولتون به سران کشورهای منطقه توضیح دهد برخی از نیروهای آمریکایی ممکن است در یک پایگاه مهم در جنوب سوریه برای مقابله با فعالیت‌های رو به افزایش رژیم ایران باقی بمانند. هشدار جان بولتون به دیکتاتور سوریه در مورد حمله شیمیایی به مخالفانش. موضع آمریکا در قبال استفاده از تسلیحات شیمیایی تغییر نکرده و در صورت استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی، آمریکا همانند گذشته پاسخ شدیدی خواهد داد. یأس و سرخوردگی حکومت آخوندی از اجرای سازوکار مالی اروپا و حرفای سخنگوی پریشان حال وزارت خارجه رژیم. مسئولیت عدم اجرایی شدن سازوکار مالی رو به عهده اروپا میدونیم. اونها مقصر خواهند بود نهایتاً به هر دلیل و باید در واقع به عواقب اون فکر بکنن. نهایتاً صبر ایران هم حتماً حتی اندازه‌ای داره. بحران رژیم بر سر تن دادن نظام آخوندی به FATF و بنبست نظام در محاصره تحریم ها. به اصطلاح این لیست هایی که اینها منتشر کردن، نام 1140 نفر رو از ایرانی ها رو بردن در لیست FDN که وزارت خزانه داری آمریکا منتشر، چندین جا اسم سردار سلیمانی رو آورده. هشدار منابع حکومتی نسبت به خطر بیکاری 450,000 کارگر قطعه‌ساز. گزارشی درباره بحران رکود و بیکاری در صنایع قطعه‌سازی در حاکمیت آخوندی. رئیس کل پیشین بانک مرکزی رژیم: دولت آخوند روحانی چاپ پول نقدینگی را 400 برابر کرده است و دولت به معنای واقعی اراده برای کنترل نقدینگی ندارد. وقوع زلزله‌ای با شدت 5.9 ریشتر در کرمانشاه و تشدید مشکلات هموطنانمان در این استان. اعتراف رسانه‌های حکومتی به استقرار هموطنان زلزله زده در چادرها در دومین زمستان بعد از زلزله آبان 96. کشته شدن 12,261 نفر تنها طی 8 ماه در جاده های مرگ در حاکمیت آخوندی.
30 سال پس از عملیات کبیر فروغ جاویدان، شقاوت حیوانی رژیم آخوندی علیه مجاهدین. سی سال پس از عملیات کبیر فروغ جاویدان، رژیم آخوندی برای انتقام کشی از مجاهدین با شقاوت و سبویت حیوانی، درختی را که پیکر غرق به خون فرمانده سارا، شیرزن مجاهد خلق طاهره طلوع، در جاده اسلام آباد کرمانشاه با دشنهی در قلبش از آن آویزان شده بود، قطع کرد. این درخت طی 3 دهه به یک نماد ملی و زیارتگاه آرمانی و سندی گواه بر عزم سترگ مجاهدین و ارتش آزادی برای سرنگونی استبداد دینی و نیل به آزادی تبدیل شده بود. طاهره طلوع در عملیات بزرگ فروغ جاویدان تا گلوله آخر جنگید و وقتی پاسداران تباهی به او نزدیک شدند، تنها پیکر مجروح و خونفشانش بر جا مانده بود. دشنیمان خمینی دشنهی در قلب طاهره فرو کردند و پیکر غرق در خونش را از یک درخت بر فراز تپهی در بین راه اسلام آباد کرمانشاه آویختند. هواداران مجاهدین هر ساله در سالگرد حماسی کبیر فروغ جاویدان در شهادتگاه فرمانده سارا حاضر شده و خاطرش را گرامی می دارند. هواداران مجاهدین هر ساله در سالگرد حماسی کبیر فروغ جاویدان در شهادتگاه فرمانده سارا حاضر شده و خاطرش را گرامی می دارند. به نام خدا، امروز تاریخ 3 مرداد 93 یا گردن شاهزبر و محل شهادت آهد آهده طلوع است. کشاورزان ورزنه روز یکشنبه 16 دی ماه در دروازه عباس و سپس در خیابان‌های شهر در اعتراض به ندادن حقابه تجمع اعتراضی و تظاهرات برگزار کردند و علیه کارگزاران دوز و غارتگر رژیم شعار سر دادند. شوم زایده 97 جمعی از معلولان در مقابل مجلس آخوندی تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار اجرایی شدن قانون معلولان شدند.
کارمندان صندوق بیمه کشاورزی که از سراسر کشور به تهران آمدند در مقابل سازمان استخدامی رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. وحشت فزاینده رژیم ایران از مجاهدین به قلم پروفسور ایوان شیهان. 11 ماه گذشته این گفته مریم رجوی را به اثبات رسانده که به درستی پیش بینی کرد رژیم نمیتواند این روند را تغییر دهد. رژیم تهران که قادر نبود از اعتراضات و تظاهرات و نقش رو به گسترش مجاهدین خلق جلوگیری کند، اقدامات تروریستی خود را از اوائل سال 2018 تشدید کرده و بسیج شیطانسازی رژیم علیه مجاهدین افزایش یافته است. پروفسور ایوان شیهان در مقاله‌ای در ورلد نیوز وضعیت بحرانی حکومت آخوندی و رویارویی فشرده مجاهدین با رژیم را مورد بررسی قرار داده و از جمله می نویسد ایران در سال 2018 مرکز توجهات بین المللی بوده است. با توجه به اعتراضات بی سابقه و پیوسته، اقتصاد متزلزل، انزوای فزاینده منطقه‌ای و بین المللی و تحریم‌های گسترده آمریکا، نشانه‌های فزاینده‌ای وجود دارد که رژیم حاکم بر ایران مهار اوضاع در وضعیت کنونی را بسیار مشکل‌تر می‌بیند. حمله جدید رژیم مذهبی علیه مخالفانش، به ویژه علیه اپوزیسیون اصلی، سازمان مجاهدین خلق، شاخصی جدی از تغییر دوران در ایران است. علاوه بر سرکوب داخلی، رژیم به بسیجی چند جانبه علیه سازمان مجاهدین خلق از جنبه‌های مختلف شامل توطئه‌های تروریستی در غرب و دروغ پراکنی گسترده و شیطانسازی در رسانه‌ها و اینترنت روی آورده است. استمرار اعتراضات ضد حکومتی مهمترین جنبه تحول اوضاع در ایران در سال 2018 بوده است. موج اعتراضاتی که در روزهای آخر سال 2017 شروع شد و به بیش از 140 شهر در هر 31 استان گسترش یافت تا اعماق حکومت دینی حاکم را لرزاند. این جنبش طی 11 ماه گذشته با وجود سرکوب سنگین، موج بازداشت‌ها و زندان طویل المدت برای معترضان به اشکال و صور مختلف ادامه یافته است. 11 ماه گذشته به روشنی نقش و این گفته مریم رجوی را در رأس ائتلاف شورای ملی مقاومت ایران به اثبات رسانده که به درستی پیش بینی کرد رژیم نمیتواند این روند را تغییر دهد. نشانه مشخصی از پیشرفت مخالفان در داخل زمانی اتفاق افتاد که سیاست عمومی سکوت تهران در برابر مخالفان و به ویژه مجاهدین خلق به شدت پس از وقوع اعتراضات عمده در اواخر سال 2017 و 2018 به طور اساسی تغییر کرد. از همان ابتدا بالاترین مقامات رژیم مجاهدین خلق را مسبب قیام دانسته و اظهار داشتند که به سخت‌ترین وجه پاسخ خواهند داد. در ماه ژوئن اعتراضاتی که در شهرهای بزرگ و کوچک دیگر آغاز شده بود به تهران گسترش یافت. در ماه ژوئیه موجی از اعتراضات ضد حکومتی بیش از 12 شهر را در بر گرفت. در ماه اوت تهران و 26 شهر دیگر شاهد تظاهرات مردم خشمگین بودند. در ابتدا اعتراضها به مشکلات اقتصادی شدید، قیمت‌های گزاف کالاهای اساسی، بیکاری بالا، تورم افسار گسیخته و فقدان برخی از اساسی‌ترین خدمات اجتماعی از جمله آب و برق بودند. اما اعتراضات به سرعت سیاسی شد و مردم خواستار پایان دیکتاتوری شدند. علت اصلی فروپاشی اقتصادی سیاست‌های رژیم است. سهم اصلی بودجه به دستگاه سرکوب داخلی و تأمین مالی تروریسم و جنگ‌افروزی در خارج از کشور اختصاص داده می‌شود. رژیم ایران به طور متوسط بین 12 تا 15 میلیارد دلار در سال برای حمایت از رژیم اسد خرج کرده است تا مردم بی‌دفاع سوریه را قتل عام کند. علی خامنه‌ای قابل توجه ترین اذعان را نسبت به نقش ارزشمند مجاهدین کرد. خامنه‌ای در یک سخنرانی در 9 ژانویه 2018 گفت این حوادث سازمان یافته بودند و مجاهدین خلق طرح‌های خود را به اجرا گذاشتند.
وی همچنین اظهار داشت که مجاهدین خلق از ماها قبل برای این آماده بودند و رسانه‌های مجاهدین خلق به آن فراخوان داده بودند. او گفت که مجاهدین خلق در رأس مثلثی بود که باعث برانگیختگی قیام شد. او دو رأس دیگر مثلث را قدرت‌های خارجی عنوان کرد. رژیم تهران که قادر نبوده از اعتراضات و تظاهرات جاری و نقش رو به گسترش مجاهدین خلق جلوگیری کند، اقدامات تروریستی خود را از اوائل سال 2018 تشدید کرده است. در روز شنبه 3 ژوئن 2018، مقامات بلژیک یک توطئه تروریستی بزرگ در قلب اروپا علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس را با دستگیری یک زن و شوهر در بروکسل به شکست کشاندند. در روز 2 اکتبر، وزرای کشور، امور خارجه و اقتصاد فرانسه در بیانیه مشترکی اظهار داشتند که به دلیل این اقدام بسیار جدی در سرزمین ما، دارایی‌های وزارت اطلاعات و دو مقام آن را مسدود کردند. یکی از منابع دیپلماتیک فرانسوی گفت تحقیق توسط سرویس‌های اطلاعاتی من ما را بی هیچ شکی به این نتیجه رساند که مسئولیت این کار بر عهده وزارت اطلاعات ایران بوده و معاون وزیر اطلاعات دستور آن را صادر کرده است. بسیج عظیم شیطانسازی علیه سازمان مجاهدین در ماه‌های اخیر با هدف بی اعتبار کردن اپوزیسیون افزایش یافته است. هدف این بوده است که نشان داده شود که هیچ جایگزین دموکراتیکی در دسترس نیست و معامله با این رژیم و یا امید به تغییر از درون آن تنها گزینه برای غرب است. این کمپین شامل استفاده از رسانه‌های اجتماعی، انتشار اخبار جعلی، اختصاص مبالغ مالی برای گزارش‌های مغرضانه و دروغین و حتی استخدام خبرنگاران به طور مستقیم یا از طریق واسطه‌ها انجام شده است. تقریباً به طور یکسان داستان‌ها و گزارش‌های یک جانبه در کانال تلویزیونی MSNBC، اخبار کانال 4 انگلستان، مجله ایندیپندنت، کانال انگلیسی الجزیره و روزنامه گاردین تبدیل به یک خوراک پیش‌بینی شده با اتاق‌های خبری که گزارش می‌دهند شده است که اغلب یک جانبه، مملو از ادعاهای بی‌اساس و به طرز شگفت‌انگیزی مشابه ادعاهای مطرح شده توسط خود رژیم است. کمپین توییتر در اوایل سال 2018 بلافاصله پس از آغاز قیام‌های سراسری کشور به اوج جدیدی رسید. کمپین‌های توییتر نشان می‌دهد که چگونه رژیم از پوشش رسانه‌ها و گزارشگران دوست برای گسترش دروغ‌هایش استفاده می‌کند. در سپتامبر توییتر 770 حساب رژیم ایران را بسته و اعلام کرد که حساب‌های جعلی بوده که با هدف تبلیغات دولتی و پخش اخبار و دروغ‌های جعلی ایجاد شده بود. در همان زمان فیسبوک، اینستاگرام و گوگل حساب‌های مشابهی را که به رژیم ایران مرتبط می‌شدند بستند. در 17 اکتبر توییتر محتوای مرتبط با این 770 حساب را منتشر کرد که به ترتیب 1,122,936 توییت همراه با عکس‌ها و ویدئوهای تعبیه شده در آنها بوده است. پروفسور ایوان شیهان در این مقاله همچنین می‌نویسد: خارج شدن رئیس جمهور آمریکا از برجام نشان داد که پس از سال‌ها مصالحه، ایالات متحده سیاست بسیار قوی‌تری نسبت به رژیم تهران اتخاذ کرده است. در روز 21 ماه می، وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو در یک سخنرانی مهم اقداماتی را که ایالات متحده خواهان انجام آن توسط رژیم تهران است بیان کرد، از جمله اعلام کلیه جزئیات ابعاد نظامی برنامه پیشین هسته‌ای به آژانس و رها کردن این کار برای همیشه، متوقف کردن کامل غنی‌سازی اورانیوم، هر گونه فرآوری تولید پلوتونیوم و تعطیل راکتور آب سنگین، اجازه بازرسی بدون محدودیت به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، توقف تکثیر موشک‌های بالستیک و توسعه و آزمایش سیستم‌های موشکی با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای. در حالی که اپوزیسیون سازمان یافته، یعنی سازمان مجاهدین خلق، ناآرامی‌های روبه رشد را برای گسترش بیشتر و فعالیت‌های افزایش یابنده خود مناسب می‌داند، رژیم تهران با تمرکز بیشتر روی مجاهدین خلق به این چالش پاسخ می‌دهد. این به معنای سرکوب بیشتر در داخل و توطئه‌های تروریستی در خارج از کشور است.
احتمال افزایش تلاش‌ها برای پخش اطلاعات غلط از طریق کانال‌های آنلاین یا از طریق رسانه‌های هم دستش وجود دارد. با توجه به تأثیر روبرشتی که مجاهدین در جنبش اعتراضی ضد حکومتی در ایران دارند، حاکمان مذهبی در محاصره شورش‌ها و تظاهرات شجاعانه ضد حکومتی در خیابان‌ها هستند که مردم در آنها دموکراسی و حاکمیت مردم را مطالبه می‌کنند. با سلام به بینندگان گرامی سیمای آزادی، ادامه خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم. حکومت آخوندی با سوز و گداز از اخراج سفیر و سرکرده ایستگاه اطلاعاتی رژیم از آلبانی در خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم نوشت خبر اخراج دیپلمات‌های ایرانی برای نخستین بار نه از جانب مسئولین رسمی آلبانی بلکه توسط جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا اعلام شد و بولتون حتی اسم سفیر را به عنوان یکی از اخراج شدگان اعلام کرد. خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم افزود همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی نامه‌ای از ادی راما نخست وزیر آلبانی بابت اخراج دیپلمات‌های ایرانی تشکر کرد. این نامه در تاریخ 23 آذر در وبسایت سفارت آمریکا در آلبانی منتشر شد، حالان که دولت آلبانی خبر اخراج دیپلمات‌های ایرانی را 5 روز بعد یعنی 28 آذر اعلام کرد. این خبرگزاری حکومتی اضافه کرد اینکه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیپلمات‌های اخراج شده از آلبانی را به طراحی حملات تروریستی متهم و بلافاصله اعلام می‌کند تا زمانی که رفتار تغییر نکرده تحریم‌ها نیز لغو نخواهد شد، دخالت واشنگتن را در این ماجرا کاملاً آشکار می‌کند. رحیمی جهان‌آبادی عضو مجلس ارتجاع ضمن اعتراف به بن‌بست دوران پایانی رژیم آخوندی هشدار داد که اختصاص بودجه برای مداخلات منطقه‌ای رژیم دیگر نمی‌تواند مثل گذشته مثمر ثمر باشد، بلکه می‌تواند نظام را در خیابان‌های تهران زمینگیر کند. ما در عرصه سیاست خارجی هزینه‌های زائد زیادی داریم. اگرچه نفوذ ما در منطقه مهم هست، اگرچه حضور ما در منطقه مهم هست، اما یک نکته رو فراموش نکنیم. بعضی وقتها ممکنه هزینه‌های زائد ما رو در خیابان‌های تهران زمینگیر کنه. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سرنگون شد، 13,000 کلاهک اتمی داشت، در بیش از 20 کشور نفوذ خارجی و حضور خارجی داشت، ایستگاه فضایی میر داشت، اما در خیابان‌های مسکو تکه پاره شد و امنیتش و تمامیت ارضی شوروی از بین رفت. امروز مردم برای تامین معیشت خودشون، برای پر کردن شکم‌های فرزندان خودشون، سیر کردن شکم‌های گرسنگان این سرزمین مشکل دارن. ما اگر نتونیم هزینه‌های زائد سیاست خارجی، هزینه‌های زائد سیاست‌های داخلی رو درمان کنیم، آسیب امنیت ملی ما نه توسط دشمنان ما که در خیابان‌های شهرهای ما رو خواهد داد. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد انتظار می‌رود جان بولتون به سران کشورهای منطقه توضیح دهد که برای مقابله با فعالیت‌های رژیم ایران ممکن است برخی از نیروهای آمریکا در یک پایگاه مهم جنوب سوریه باقی بمانند. به گزارش این خبرگزاری جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با هشدار به دیکتاتور سوریه در مورد حمله احتمالی شیمیایی به مخالفانش گفت موضع آمریکا در قبال استفاده از تسلیحات شیمیایی تغییر نکرده و در صورت استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی آمریکا همانند گذشته پاسخ شدیدی خواهد داد. جان بولتون افزود رژیم اسد نباید در این باره دچار توهم شود. اگر از تسلیحات شیمیایی استفاده شود، گزینه‌های زیادی روی میز خواهد بود و اگر بشار اسد در 2 حمله قبلی درس نگرفته باشد،
حمله بعدی سنگین خواهد بود. رسانه‌های حکومتی درباره پیامدهای سفر ناگهانی ترامپ به عراق با نگرانی سال 2019 را مرحله آخر تقابل میان رژیم آخوندی و آمریکا در عراق توصیف کردند. خبرگزاری حکومتی انتخاب به نقل از الجزیره نوشت سفر ترامپ به عراق و بی‌توجهی او به دیدار با مسئولان عراقی در بردارنده پیامی بود مبنی بر اینکه دولت آمریکا تشکیل دولت عراق را کاملاً بر اساس دیدگاه جمهوری اسلامی می‌داند. این منبع افزود امسال سال خطرناکی برای عملیات سیاسی و نظامی فعلی در عراق خواهد بود. از این حیث که می‌تواند سال مقابله مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا در عراق باشد و همین مسئله عراق را شبیه به بمبی ساعتی کرده است که در لحظه‌ای که یکی از طرف‌ها اقدام به اعلام ساعت صفر علیه دیگری کند منفجر می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه حکومت آخوندی غیظ و سرخوردگی شدید رژیم را از اجرایی نشدن سازوکار مالی اروپایی برملا کرد و در مورد درماندگی نظام با سخافت گفت صبر هم حتماً حد و اندازه‌ای داره. کشورهای اروپایی لازم است که در جهت استقلال خودشون و حتی برای ادامه حیات مستقلانه خودشون تصمیم لازم رو اتخاذ بکنن و اگر بهایی باید برای این استقلال از اقتصاد امریکا پرداخت بکنن اون رو باید پرداخت بکنن. حتما بدون هزینه اونها نمیتوانند کار مهمی رو انجام بدن. ما مسئولیت عدم اجرایی شدن سازوکار مالی رو به عهده اروپا میدونیم، اونها مقصر خواهند بود نهایتاً به هر دلیل و باید در واقع به عواقب اون فکر بکنند. نهایتاً صبر ایران هم حتماً حد و اندازه‌ای داره. کیهان خامنه‌ای نیز تحت عنوان سومین بدعهدی اروپا نوشت ژانویه 2019 هم رسید، از کانال مبادلات مالی اروپایی خبری نشد. اروپایی‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام در هر مقطع وعده‌هایی دادند، ولی طولی نکشید که مشخص شد وعده‌های داده شده سراب است. اما دولت روحانی به راحتی از این بدعهدی‌ها عبور می‌کرد و وارد قسمت بعدی سریال بدعهدی‌های اروپا می‌شد. در همین حال تلویزیون حکومتی شاهد کشمکش شدید اعضای مجلس ارتجاع بر سر تن دادن رژیم به FATF بود. در این کشمکش حاجی دلیگانی در مورد خطر تن دادن به FATF گفت الان نام 1140 نفر در لیست وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده و چندین جا اسم قاسم سلیمانی را آوردند. از سوی دیگر کواکبیان گفت ما یک روزی جلسه کمیسیون امنیت ملی را با تمام رؤسای بانک ها داشتیم و همه متفق القول بودند که در صورت عدم تصویب این لوایح ما مشکل داریم. ببینید هیچ تضمینی هم هیچ مقامی الان نمیده که مثلا وقتی اگر شما اینها رو پذیرفتید ما همکاری خوبی رو با بانک‌های شما برقرار می‌کنیم. چنین چیزی اصلا نیست. توکبی این کسی نمی‌دونه تضمین بده. شما تضمین می‌دین؟ بنده هم حرف ایشون نمی‌زنم. عرض می‌کنم که ممکنه حتی همه این لوایح رو هم تصویب بکنیم باز به دلایل سیاسی بیان یه جورای دیگر یار شود سیستم بانکی ما رو تحریم کنه. پس قبول دارید که مسئله سیاسیه؟ نه. یعنی مسئله فنی نیست. ما الان بهانه رو می‌گیریم. این که ایشون می‌فرماد نه متخصص بانک مرکزی است نه حقوق بین الملل و شما هم نیستید. نه عرض میکنم برید بانک مرکزی که متخصص این کار هست. ما یه روزی جلسه کمیسیون امنیت ملی با تمام رؤسای بانک ها داشتیم، یک نفر نبود که بگه آقا
با عدم تصویه به این ما کارامون به خوبی پیش میره. همه متفق القول بودن ما مشکل داریم. ببینید من عرض میکنم شما هندوستان، چین، روسیه و واقعا مثلا بعضی حرفایی که دوستان میزنن، لبنان که در اونجا حزب الله بالاخره حضور داره، اینها پیوستن و ما میگیم آقا ما از سوراخ دوبار گزیده نمیشیم. فعلا یه بهانه خوبی الان همین SPV که بالاخره اتحادیه اروپا مطرح کرده کجاست؟ بهانش کجاست؟ بله. الان شما توی به اصطلاح این لیست هایی که اینها منتشر کردن نام 1140 نفر رو از ایرانی ها رو بردن در لیست FDN که وزارت خزانه داری آمریکا منتشر، چندین جا اسم سردار سلیمانی رو آورده. با گزارشی از بحران در درون رژیم بر سر تن دادن به لوایح مربوط به FATF، اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. به تصویب رسیدن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آخوند لاریجانی، با سکوت مهرها و محافل وابسته به باند خامنه‌ای به خصوص دلواپسان مواجه شد. اما محافل و باندهای همسو با روحانی استقبال کرده و خواهان عقب نشینی بیشتر نظام شدند. عبدالله ناصری از مهرهای باند موسوم به اصلاح طلب به لاعلاجی نظام اذعان کرده و نوشته باید گفت اکنون در رأس نظام به این نتیجه رسیدند که با این لوایح موافقت شود و چون چاره‌ای هم ندارند لذا این موضوع نه به دست مجمع بود، نه رئیس جمهور و نه مجلس، بلکه حاکمیت این لوایح را پذیرفت و پیشبینی کرده که به زودی CFT توسط حاکمیت پذیرفته شود و مجمع آن را اعلام کند. روزنامه دولتی ایران با اشاره به حذف یک ماده از لایحه پولشویی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که قبلا در مجلس ارتجاع تصمیم شده بود، به نقل از محمد جواد فتی عضو مجلس ارتجاع نوشت حتی اگر کار این لایحه هم بدون هیچ دستکاری به پایان برسد، باز اصل قضیه FATF در کشورمان معطوف به دو لایحه پالرمو و CFT خواهد بود. در همین حال مهدی پازوکی تأکید کرده است ذکر این نکته ضروری است که مشکل اقتصاد ایران با پذیرش یا عدم پذیرش FATF حل نمی شود و اگر می خواهیم ارتباط تجاری با جهان بین الملل داشته باشیم باید مقررات بین المللی مانند FATF را پاس بداریم. نعمت احمدی از مهرهای حقوقدان باند روحانی نوشته است افت و خیز ها و حواشی تصویب این لوایح نگران کننده است. اگر مجمع آنگونه که مصباح مقدم اعلام کرده که با اصلاحاتی این لایحه را تصویب کرده، این سوال پیش می آید که مجمع در چه جایگاهی می نشیند؟ وی افزوده است قانونگذار به مجمع تشخیص مصلحت این اجازه را نداده که تغییراتی را در متن بدهد و تأکید کرده قانونگذاری توسط مجمع بدعتی می شود که آینده خوبی نخواهد داشت. بحران افزایش روند بیکاری در میان قطع سازان که اکنون شمار آنها به 300 هزار تن رسیده است، عنوان گزارشی است که هم اکنون به اطلاعتان می‌رسد. بحران روبرشت رکود اقتصادی در رژیم آخوندی که ناشی از سیاست‌های صدور تروریسم و بحران به کشورهای دیگر و چپاول‌های نجومی سردمداران و کارگزاران رژیم است، تعطیلی زنجیره کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی را به دنبال داشته است. یک مشاور وزیر کار رژیم در گزارش درونی اعتراف می‌کند که آخرین آماری که در شهریور 97 داشتیم 1350 شرکت مشکلزا بود که وضعیت 171 شرکت بحرانی بوده است. از شمار این شرکت‌های صنعتی و تولیدی باید به صنایع ساخت قطعات اتومبیل اشاره کرد که با بحران شدیدی روبرو هستند. یک رسانه دولتی با اشاره به وضعیت وخیم صنایع به نقل از رئیس انجمن حکومتی قطعه‌سازان کشور نوشت در 7 ماهه نخست امسال 100 هزار کارگر قطعه‌ساز تعدیل شدند و اگر تغییر اساسی صورت نگیرد
این رقم می تواند تا 400 هزار نفر هم افزایش یابد. شمار بیکاران در این صنعت به این رقم سرسام آور محدود نمی شود و رسانه های رژیم از خطر بیکاری 450 هزار کارگر قطعه‌ساز به دلیل بحران در وضعیت صنعت خودروسازی اشاره می کنند که به معنای وجود بن‌بست در یکی از بزرگترین صنایع کشور است. قریب 800 هزار کارگر در این صنعت کار می کنند و در صورت ادامه این بحران نیمی از این کارگران به جمع خیلی عظیم بیکاران در کشور خواهند پیوست. یکی از مدیران شرکت بشل در سوادکو که از عمده ترین تولید کننده قطعات خودرو بوده و سال 1395 به بهره برداری رسیده است میگوید ما هر ماه 1300 سیلند و سرسیلند تولید می کردیم، اما در تمام طول سال 97 تنها 350 سیلند تولید کرده ایم که فاجعه است. وی میگوید طبق توافقاتی که با خودروسازها داریم، مطالباتی که به ما بایستی پرداخت بکنند 90 روزه بوده و الان 120 روزه کردند. همین را هم انجام نمی دهند. بعضن به 300 روز می رسد و پای قراردادهای خود نیستند. خودروسازان که پول ما را نمی دهند، ما هم حقوق پرسنل را نمی توانیم بدهیم و در تأمین قطعات و ابزارها دچار مشکل می شویم. خودروسازان پول ندارند و قطعه سازان را به بانک معرفی می کنند و اقساط را به موقع پرداخت نمی کنند. اینطوری برای کارفرما بهترین راه کار تعطیلی کارخانه است. این مدیر شرکت بزرگ بشل می افزاید تعداد 200 هزار کارگر در استانهای خراسان رضوی و مازندران، اصفهان، تهران، تبریز و قزوین از خودروسازان و قطعه سازان اخراج شدند. در حال حاضر چون مشکل نقدینگی داریم، خودروسازان کشور نسبت به پارسال زیر 50% ظرفیت خود تولید می کنند. قطعه سازان بخش خصوصی مجبور هستند کارگران را اخراج بکنند. ارزیابی این است که اگر راه حل پیدا نکنیم و نتوانیم مشکلات خودروسازان و کارگران را حل کنیم، وضعیت بخش صنعت بغرنج‌تر می شود. وضعیت قابل پیش‌بینی نیست که چه اتفاقی در مملکت می افتد. خودروسازان اگر بتوانند 40% تولید خود را نگه دارند، جای شکرش باقی است. در چنین شرایطی یک کارگزار رژیم به سیاست غارت و چپاول رژیم از این صنعت اشاره می کند و می گوید اعمال قیمتگذاری دستوری خودروها توسط دولت موجب شده که علی‌رغم 2.5 شدن مواد اولیه، خودروسازها نتوانند به قطعه سازها مجوز افزایش قیمت بدهند و همین مسئله قطعه سازی را به صنعتی زیانده تبدیل کرده و از این رو بسیاری از کارخانه های قطعه سازی به سمت تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی رفتند. ادامه خبرها. امیر حسین زمانی معاون وزارت نفت دولت روحانی با سوز و گداز گفت مشتریان نفت ما حاضر نیستند یک بشکه بیشتر از حدی که آمریکا مجاز دانسته نفت بخرند. به افزود فشار و نفوذ مالی آمریکا به حدی است که چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و بقیه کشورهایی که برای واردات نفت ایران از آمریکا معافیت گرفتند، حاضر نیستند یک بشکه بیشتر از معافیتی که گرفتند از ایران نفت خریداری کنند. بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی و عضو کنونی مجلس رژیم اعتراف کرد دولت آخوند روحانی چاپ پول نقدینگی را 400 برابر کرده است و ای گفت حجم نقدینگی در سال 91 به میزان 435 هزار میلیارد تومان بود. بر این اساس رشد نقدینگی 30.8% و تورم 30.5% بود. اما رشد نقدینگی در دولت 11 و 12 به 400 برابر افزایش یافته و اگر کنترل نشود مجدداً به بازار سفت بازی وارد شده و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. این عضو مجلس ارتجاع افزود مدیریت نقدینگی در بودجه سال 98 نیز دیده نشده است و دولت به معنای واقعی اراده‌ای برای کنترل نقدینگی ندارد.
عصر روز یکشنبه زلزله‌ای به شدت 5.9 دهم ریشتر حوالی گیلان غرب رخ داد که علاوه بر گیلان غرب بسیاری از شهرهای دیگر استان کرمانشاه را لرزاند. گزارش‌ها حاکی است دست کم 31 تن از هموطنان مصدوم شدند که حال یکی از آنان وخیم است. هموطنان زلزله زدمان در استان کرمانشاه پس از گذشت حدود 14 ماه از زلزله آبان ماه 96 هنوز در چادر و کانکس به سر می‌برند. یک رسانه رژیم نوشت روزهای سرد دومین زمستان در حالی آغاز می‌شود که هنوز بسیاری در کانکس و چادر هستند. همچنان 50% زلزله زدگان کرمانشاه در چادر و کانکس زندگی می‌کنند. عضو مجلس آخوندی از قصر شیرین، سر پل ذهاب و گیلان غرب به دروغ‌های نجومی رژیم آخوندی اشاره کرد و گفت به هیچ وجه آماری مثل پیشرفت 45% ساخت مسکن برای زلزله زدگان در شهر سر پل ذهاب پس از گذشت بیش از یک سال از وقوع زلزله قابل قبول نیست. وی با اشاره به دزدی‌های کارگزاران رژیم گفت نباید تنها به فکر منافع شخصی خود باشیم، اما متاسفانه برخی مسئولان در جریان این حادثه بیشتر به فکر درآمدزایی برای همکاران خود بودند. احمد سفری افزود 410 خانوار زلزله زده در شهرستان اسلام آباد غرب به دلایل مختلف هنوز تسهیلات بازسازی را دریافت نکردند. عضو مجلس آخوندی از قصر شیرین، سر پل ذهاب و گیلان غرب گفت 700 واحد مسکونی فقط در زلزله امسال آسیب دید که وضعیت این واحدها همچنان مشخص نیست و واحدهای آسیب دیده از زلزله سال قبل نیز همچنان تکمیل نشده است. پزشکی قانونی رژیم اعلام کرد طی حوادث رانندگی 8 ماه امسال 12261 نفر جان خود را از دست دادند که این آمار نسبت به سال گذشته حدود 1% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این آمار استان فارس با 992 کشته، تهران با 916 کشته و اصفهان با 848 نفر استان‌های دارای بیشترین تلفات هستند. بینندگان گرامی، سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اخبار این ساعت با پخش مجدد عناوین خبرها به پایان می‌رسد. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.